وای خدا، اصلا یه سر خونم قالی باف قالیه. هلو ایوریبادی، خوش اومدید به ویدیو دیگه. امروز سوتی های انتخاباتی، از جنگ و دعوای کاندیدا گرفته تا یه سری ویدیوی فان دیگه. بله، اینجا چنل فان و خنده داره، همش اعصاب خردی که نمیاد باشه. براتون آماده کردن. قبلش هم بگم سرما خوردم، اگه صدام گرفته ببخشید. بریم سراغ ویدیو. ببینید مرجام اگر اون قدری که شما فکر میکنید خوب بود، بله خب پاراش میکرد اینا. نه برای خب چیزی که این کاری که کردیم نیستیم. چیکار مرجان بدبخت دارین این وسط؟ بذارین مرجان داره زندگیشو میکنه، ولش بکنین مرجان. بازم حاشیه، چون اینا دروغ بود. چی تو دعوته؟ هیچی. چون اینجوری حرف میزنی؟ هرچی دختری عروسیش میتونه یه شب مهم باشه، یه شب شاد، و خب اولین دروغ از اونجا شروع شد. خونه اون بزرگ شده، چون اینجوری شدی که لق شده دهنت مجلد که بله، و عکسی منتشر شد که من نبودم. چون اینجوری تاعت کنی؟ بریم بعدی. این مشکلات کمر مردم رو در حقیقت خورد بکنه. کرده از هم پاشیده، خمر منو کم کرده، کمر منو خم کرده. یکم تمرین بکنیم بعدش بیان تو مناظرات بد نیسته. دوستان آقای قالیباف یکی رو آورده ازش تعریف تمجید بکنه، نگاه بکنید. کسی میخوایم که شرکت واحد کهنه رو تبدیل به بیارتی کرده باشه، پلیسای گشتن تو شهر رو تبدیل به پلیس 110 و سیستم چی بود اسمش اون زحمتی که کشیدین؟ پلیس به اضافه 10 در خدمات. نه تلفن میزنن میره پلیس میره سر سمون 110. چی بود همون زمینی که کشیده بودین؟ اونی همونجا یه کاری کرده بودین، اونجا چی ساخته بودین؟ همه این دولت ها، چه دولت ها شهید روحانی، چه شهید فقط متنی که روش نوشته شهید روحانی، همون صبح جمعه از صدا سیما میفهمه که شهید شده. یه بخشی رو من فراموش کردم و اون هم چیه؟ رایگان کردن خانم های باردار هست و پدر بزرگا و مادر بزرگا و افراد زیر 7 سال. کاش که حالا فراموش نمیکردین، اصلا اینا نمیگفتین. اون آخری هم گفتین منکراتی ها. از توصیه های در واقع اخلاقی جناب پزشکیان من تشکر میکنم. من اگه حرف و حدیثی هست، جناب پزشکیان سر دعوا سر حقوق مردمه، یعنی ما که مخلص شما هستیم و دوستیم و علاقه هم به شما من دارم. پدر این مردم ما در آوردیم، حالا شما در آوردیم، ما در نیومدیم. عجب دوستای خوبی هستن شما با هم. شما چقدر هم دوست دارین، چقدر با هم مچین. استخ‌ها رو درست کردیم، دو تا استخ کنار هم که زن با دخترش، مرد با شوهر با یک ماشین بیان برن استخ ورزه. استخ باید برن استخ با یک ماشین برن استخ. اگه میخوان برن استخ با دو تا ماشین برن مشکلی نداره، استخ با یک ماشین. بانک ما رو کجا تحریم کردن؟ نفت ما رو کجا تحریم کردن؟ پتروشیمی ما رو کجا تحریم کردن؟ نمیدونم کشتیرانی ما رو کجا تحریم کردن؟ بیمه ما رو کجا تحریم کردن؟ کجا تحریم کردن اصلا مهم نیست آقای ظریفا، اینی که چرا تحریم کردن این مهمه. اینو بیا برا مردم توضیح بده. اولا شما نباید، شما فقط باید گوش بدی. اینی که داری نظر میدی مداخله است. اینا بگن حق دارن، ولی شما باید فقط گوش بدی و تقسیم کار بکنی. و در ضمن اینی که داشتند و دارن، بالاخره من که بهتر میفهمم، چه در گزینه چه در پستا. شما چند تا استاندارد کرد دارید؟ اسم یکیشو ببر، ما که نمیذاریم این استاندارد بشن، استاندارد بشن. استاندارد یه پست جدید اومده با نام استاندارد، ولی شما بنده خدا تقصیر خودش نیه، چیزی تو گوششه، تقصیر اونه. بچه ابو طالب ببینیم یکم حالتون خوب بشه. دوستان سلام، شب سر سفره نشستی داری شامتو میخوری، یا تلویزیون روشن میکنی، اگه فوتبالی چیزی داره میبینی، یکی نشسته میگه من سفره شما رو بزرگتر میکنم. میگه خدایا اینو کی میشناسه اصلا که بخواد سفره ما رو بزرگتر. اون یکی میاد میگه من مرغی که از سر سفره هست شده رو برمیگردونم. اون یکی میگه من گوشت رو سر سفره تحویل میدم. اون یکی میگه نمیدونم لپش با منه. چیکار نظری دارید درست میگه سر سفره ما؟ خب رو پاشید برید سر سفره خودتون بازی کنید، میام سفرهتون رو پاره کنید.
یعنی واقعا اینا که میان مثلا میگن ما گوشت میایم تحویل میدیم، نمیفهمن که مثلا این یه ضد تبلیغه. چهار تا مثلا مشاور درست ندارن که بگن آقا این ضد تبلیغه، تو که میگی من میگم گوشت چی میکنم، یعنی چند سالت. بله بگذاریم بریم بچه یه ویدیوی از پخش زنده صدا سیما نگاه کنین، تاخیر تو پخش زنده. اینجا آماده رسیده. بفرمایشون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر. قشنگ 20 ثانیه 30 ثانیه تاخیر دارن، یعنی دیگه حالا خودتون هم دیگه میخواین سانسور کنین. من نمیدونم به خودم. ستاد پزشکیان آهنگ برای چرا حالا من نمیدونم، من اینجا حالم خوب نیسته، اینا حالشون خوب نیسته، آخه یه سری دوگانگی داره این آهنگ، یه موضوع دیگه یه، یه چیز بحثش جدای هستن. دختر و داماد شما ساکن سوئیس هستن، اقامت دائم سوئیس دارن. ایشون اومد گفتش که من میخوام خدمت کنم به کشور و میخوام تلاش کنم برم رشته‌ای که داخل کشور نیست. من بهش گفتم بنده اقبال دارم و استقبال میکنم تو بری این پرچم افتخار رو شاگردی کنی، بگیری و داری بری داخل کشور. رشته علوم انسانی دیجیتال. بچه منم میخوام به خلق خدا خدمت بکنم، منم بفرستین سوئیس. میگم این وعدا که گفتی برون این مناظره بگم طلا و بعد پول و اینو اصلا میشه اجراش کرد؟ باز تورم نمره اگه تو اصلا رأی میاری که نگران تعب و وعدا هستی، هر چرت و پرتی اونجا به ذهنت میرسه بگو، مسئله نداره. تو آخرش با انصاف بدی. بعد یه چیزی، یه نفر اونجا از ظاهرش با بقیه فرق میکنه، زیاد فرقمون نپیچ. اون یا میبینیم برمیگرده تنظیمات خواهد، اصلا نمیفهمیم کیه، هیچ خیاطی قبولت نمیکنه. اصلا دوربر اصلا باید حرف میزنه رو توی مری کن، انگار که اصلا نمیشه. یه نفر دیگه هست اون رو اذیتش کن، اون مظلومه، کار به کارت نداره. ولی اینه کی اصلا یک کم اذیتش نگیم. واسه خودت میگم، دیدی یه سن میخواستی شروع کنی یه کاری باش کرد، همه چی داشتی رایگان میکردی. آه اونجا تمرکزم به هم بخواد اصلا نفهمیم چی ها دارم رایگان کنم، چی ها رایگان کردی؟ حالا مهم نیست چی ها رایگان کردی، ولش کن اصلا به حرفای تو کرد زیاد تردیم برو. از اونگه بلش که اصلا مهم نیست چی ها رایگان کردی، کسی به حرفات توجهی نمیکنه. رفتم سراغ دادستان تهران موقعی که خطا کرد، رفتم سراغ وزیر نفت موقعی که خطا کرد، یعنی نگذاشتم کسی در حاشیه بمونه، ضعیف کشی بشه. بنده تخصصم این هستش که نگذارم کسی خطا کنه، اگه خطا کرد یخشو بگیرم بیارمش وسط صحنه. این همه خطا گرفتی، چرا یه دونه اخراج نداشتی؟ حداقل یکی رو اخراج می‌کردی. بچه‌ها این ویدیو رو نگاه بکنین، کلاهی که میخوان سر زاکانی بذارن یه آرم فربر روش داره، نگاه بکنین. فروه او بر باشه، فروه هم نه، فروه باید اون بر باشه. بله بله. حالا برادرمون آیدون ساکانی هم یه چیزی میگه، همون جوری که گفتن اصلا لازم نیست جوابشو بدیم، برای اینکه فکر نمیکنم تا آخرم بمونه بخواد رقابت بکنه و دولت تشکیل بده. از این آرزوها شما خیلی دارید، ولی امیدوارم که بمانید و این حرفایی رو، ولی ناراحت نشید، جواب خدا رو بدید. من میگم دروغ نگید، جواب خدا رو میمونی دیگه. بله تا آخر میمونی دیگه. حتما 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 میمونم، ولی میذارم شما رئیس جمهور شید به لطف خدا، و انشالله اگه مردم انتخاب بکنن رئیس جمهور خواهم شد. اونو دیدم، میدونه بچه یاد چی افتادن؟ یاد دو تا هم کلاسی افتادن، همیشه سر مفسر بودن، کلاس با هم دعوا میکردن. اون میگه من نمیذارم تو مفسر بشی، اون میگه من نمیذارم تو مفسر بشی. بله و واقعا هر موقع در یخچالمون رو میخوایم وای کنیم، نگرانیم که یخچالمون خلاصه چیزی داره یا نداره بذاریم جلو نقبون. یا خدا اصلا یه سر کنون قالی باف قالیه، چرا یخچال خونه قالی باف قالیه؟ یخچال خونه من پره. خدا این چه عدالتیه؟ یخچال خونه من میان قالی باشه، یخچال خونه او پر باشه، اون به نوهاش میان برسه. پدر من که نوه نداره، پدر من هشت نوه بیشتر نداره، یخچالش قالیه طوری نیستی که خدا اجره ای مردم ما الان سکته میکنن اگر بخواد یاد این بیفتن که به دهه 90 برگردن. بر نمیگرده به اون شرایط، به لطف نیت اون بابا ما به خدا راضیم برگردونیم به دهه 80 هم تونستیم برگردونیم، به دهه 70 60 50 هر چی تونستیم برین عقب‌تر برگردونیم، ما راضیم. همه کاندیدا از شرایط کشور و قانوناش ناراحتن، فکر کنم ما مردم بد عمل کردیم.
همه... آره واقعا، یعنی ما مردم بد عمل کردیم، ما اگه یکم عمل کردمون رو قوی تر میکردیم اینجوری نبود. ما میام مسئولین معذرت خواهی بکنیم. مناظره های تلویزیون حتما دیدیم به چهار کاندید که میاد دو سه تا مشاورم با خودش میاره که ازش دفاع کنه، نمایت کنه فلان. آقا قالیباف حتما فیلمش رو بیین. یک مشاور آورده بود، مشاوره اوجیلی میگفت آقا قالیباف انا او سال شما یک کار کرده بید چی بود؟ چه کار کرده بید؟ مرد خود شما اگه گفتی چه کار کرده او سال گفتن ای حالا بیان که حتی آقا قالیباف دفاع کنه بازی خودش شازی بپرسی پلیس بلاوی چند بود یک کار کرده بید؟ چه کار کرده بید؟ تابلوی بنر زیاد بیان چی بود؟ تابلوی بنری بخور آره و قالیباف مرم آوردی خدا شادم و سر هم سر ته هم بشه ته می آوردم یک جوره خدا شد اگرانه واقعا اگر ایشون رو می آوردی یکم سوادش بالاتر بود بهتر مشاوره می داد. زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری. آی زاکانی چیزی گفتن باست؟ بله دخترم نمیخواست به سوئیس برود. او رفت سوئیس چون دلش میخواست در رشته‌ای که ایران ندارد درس بخواند. و فرزندش هم به ناچار آنجا به دنیا آمد. و طبق قوانین سوئیس به ناچار به او و فرزندش اقامت و پاسپورت سوئیسی داد. مراد شدید؟ ناچاری بد در دیای حیاتی مجبور شده بره از این کشور در یک کشوری مثل سوئیس. خب اون رشته رو پیدا کرده بنده خدا در پاسپورت ناقابلی با یک اقامتی. جای این دوتا کجا رفتن؟ حیاتی و یه تا بنده خدا کجا رفتن؟ مگر ایران خارج شدم؟ من در جریان نیستم، یکی به من بگه. اگر تایید صلاحیت بشویم چشم با شعار دکتر جیش دکتر دست دکتر احساس برنده دکتر خوشخواب برنده. چی داری میگی؟ چه مسخره بازی اینجا؟ جل کیه محمد؟ محمد کیه؟ دکتر نور محمدی هستم. میخوام بزنم میخوام ریاست جمهوری استویسی. سزر تو دیپلم رادی که دکتر شدی کاندیدای ریاست جمهوری رضا میخواد. هم مال تو چی داری؟ دارای 32 مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور، دارای دو نایب قهرمانی در انتخابات مدیریت ساختمان دو طبقه خودمان. دکتر نور محمدی همراه با مردم، همگام با مردم، گاهی پشت مردم، اکثرا پشت به مردم. چی داری میگی؟ اکثرا پشت به مردم، گاهی پشت مردم. مرد حسابی، اگه اینجوری میشه رئیس جمهور شد که منم میرم استویسی میکنم کاندید میشم. شما تایی صلاحیت نمیشی. چطور استاد؟ اگر این عکس بستگان شما در پارتی های شبانه نیست. نه دکتر میکروفون شما قطع شد. اگر این حساب میلیاردی شما نیست. میکروفون شما قطع شد دکتر. میکروفون شما قطع شد. چی بگم میکروفون شما قطع شد دکتر. به سلامتی. راست میگه میکروفونت قطع شد دیگه خفه شو. خب بفرمایید که برنامه راهبردی شما برای ریاست جمهوری چی هست؟ سوال بسیار از هیبای پرسیده. ما با مشاورانمون زنهای همسایه عمه اشرف خالجو اکرم اینا صحبت کردیم و یک برنامه 10 صفحه‌ای رو من دوربینم نشون بدم. مشاور دست راستی چرا سفیده؟ برجا چون که ما اصلا قرار نی کاری انجام بدیم. من گوشه میشینم فقط نگاه میکنم و اعتقادم بر اینه که مشکلی هم که کاندیداهای قبلی داشتن بوده که همهشون میخواستن کاری انجام بدن که بیزه کشیده. خب بچه این از این ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوی بعدی. بدرود.